درود به بچه های خوب ایران و فارسی زبان های جهان. من مهرداد رئیسی هستم و این ویدیو رو به درخواست خیلیاتون که میخواستید بدونید چه نکاتی رو باید تو تست های گلوری رعایت بکنید تا درصد قبولیتون بالاتر بره ضبط کردیم. اول از همه یادتون باشه متن تست رو چند بار بخونید. اون متن بسیار حساب شده است. توش مشکلات بیانیتون عیان میشه، توش میزان سوادتون عیان میشه و تواناییتون تو حس و بازی. همه اون متن رو باید بخونید با توجه به مواردی که ازتون خواسته شده. سعی بکنید اگر که موقع ضبط به اشتباه کلمه رو اشتباه گفتید یا بیانتون به هر دلیلی کامل نبود، دوباره ضبط بکنید. این ضبط، این تست به صورت لایو نیست، شما میتونید صداتون رو ضبط بکنید، پس میتونید 10 بار این کار رو انجام بدید و بهترین تیکش رو برای ما بفرستید. پس اگر یه وقت مثلا فرض کنید که موقع ادای یک کلمه‌ای به جای مثلا برم گفتید بلم، اشتباه تلفظ کردید، اون رو همون جوری برای ما نفرستید، چون ما اینطور تلقی میکنیم که شما تو بیان یه سری از کلمات که اساسی هم هست، اشکالات اساسی هم هست، اشکال دارید. نکته بعدی انرژی صداتونه. باید سعی بکنید پر انرژی باشه فایل صدایی که برای ما ارسال میکنید. خیلی ها انقدر بی انرژی و ضعیف صدا رو میفرستن که ما اصلا باید کلی والیوم صدا رو ببریم بالا تا بفهمیم اصلا چی داره میگه. حتی تو گفتن اسمتون، بعضی هم اصلا اسمشون رو خیلی پایین میگن، بعد تازه شروع میکنن یه خورده انرژی میدن. از همون ابتدا وقتی میخواید اسمتون رو بگید با انرژی لازم اون رو بیان بکنید. نکته بعدی بیانتونه. سعی بکنید این متن رو، این جملات رو درست با سرعت نرمال بخونید، نه خیلی کند بخونید و خیلی روش تأکید بکنید، مثلا چه میدونم انجمن گویندگان جوان، اینجوری نمیخواید. نه خیلی بی انرژی باشه، مثل این که انجمن گویندگان جوان اینم به درد ما نمیخوره، باری به هر جهت. شما دارید هزینه میدید، وقت میذارید و میخواید شانستون رو امتحان بکنید. پس سعی بکنید فایلی که ارسال میکنید یه فایل درست و مناسب باشه. نکته بعدی حستونه. حستون برای ما خیلی مهمه. اینم باز تو پرانتز بگم، وقتی شعری رو میخواید بخونید که ادبیه، همینجوری الکی نخونید. میزان سواد شما برای ما تعیین کننده است. اگر نمیدونید اون چطور خونده میشه، میتونید تحقیق بکنید. تست شما تست لایو نیست، تست ضبط شده است و فرصت دارید قاعدتا برای انجام اون تست، برای ریکورد اون تست. نکات بعدی، وقتی که توی متن تست نوشته شده به ترتیب باید اینها خونده بشه و اول اسمتون رو بگید و بعد برید روی متن بعدی، طبق همون عمل بکنید. اگر طبق اون عمل نکنید و شما مثلا بیاید برید اسمتون رو نگید، فراموش بکنید، یا اصلا به صورت انتخابی یکی از متن‌ها رو فقط اون رو برای ما بخونید، خب این نشون میده که شما یک گوینده بی انضباط در آینده خواهید بود. پس سعی بکنید اون چه که ازتون خواسته شده رو انجام بدید. اینها همه معیارهای سنجش و آنالیز صدای شماست. خیلی ها خیلی از مشکلات بیانی رو دارن، یه سریشون ممکنه تا حدی قابل رفع شدن باشه و حالا بر حسب نیاز گلوری، جنس صدا و توانایی اکت و همه این المانهایی که گفتم به علاوه المانهای دیگه نسبتا مورد تایید گلوری باشه، ولی شما مثلا فرض کنید که یه جاهایی مشکل بیان دارید، لبتون تنبله، یا هنوز خوب بعضی از کلمات رو تو سرعت نرمال ممکنه بیان نتونید بکنید و اصطلاحا اونها رو خورده بشن موقع بیان، اون وقت ممکنه ما شما رو ارجاع بدیم به آموزش. خیلی وقتا خیلی هم هستن که اصلا آموزشی ندیدن ولی بیان خیلی شیوایی دارن، بنابراین نیاز به ارجاع دادنشون به آموزش فن بیان نیست. ممکنه آموزش های تکنیکی بعدی برای دوبلاژ یا برای نریشن یا حالا موارد دیگه هم نیاز باشه که بخوان ببینن، ولی اون آموزش ابتدایی و مقدماتی رو ممکنه نیاز نداشته باشن. پس خیلی ها سوال کرده بودن که ما
ما که دوره ندیدیم، ما که اصلا مهارتی تو فن بیان نداریم، شانسی واسه قبول شدن داریم؟ بله دارید، خیلیتون هستید که از سنین کم گرفته تا سنین بالاتر بیان شیوایی دارید، همون برای ما کافیه. بقیه‌اش رو میتونیم خورد خورد بهتون آموزش بدیم، یا اگر تو لول بالاتری باشید حین کار بهتون منتقل میکنیم. اینا نکات بسیار مهمی بود که شما باید برای تست مد نظر قرار بدید. یادتون نره انرژی صدای شما برای ما خیلی مهمه، نه انرژی خیلی زیاد و نه خیلی پایین. متن رو با سرعت بیش از حد و باری به هر جهت نخونید. این متن و این فایل صدایی که شما میفرستید بسیار 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 تعیین کننده است. بنابراین اون رو با دقت بخونید، تمرین بکنید، و اگر موارد دیگه‌ای هست که خودتون میخواید اضافه بکنید به انتهای فایل، مثلا تیپ میگید، تیپ‌های مختلف میگید که البته میتونید رو هم متن تعیین شده همین تیپ‌ها رو اجرا بکنید، ولی اگه حالا تیپ‌های دیگه‌ای دارید و متن دیگه‌ای خودتون مد نظرتون هست، انتهای اون فایل میتونید اون رو ضبط بکنید. همه تو یک فایل باید ارسال بشه. سعی بکنید که فایلتون رو به صورت MP3 ارسال بکنید. اگر به هر دلیلی در ارسالش مشکلی بود، خیلی خوب میتونید فرمت‌های دیگر رو امتحان بکنید، یا حتی فایل رو زیپ بکنید و بفرستید. تو زیپ کردن هم دقت بکنید. خیلی از دوستان تو ایران هستن که نرم افزارهایی مثل وین رر و اینها دارن و اون فرمت مورد نیاز ما رر نیست، زیپه. اسم فایل رو عوض نکنید، از این کارا نکنید. سعی بکنید که با همون وین رر هم میتونید زیپ خروجی بگیرید. اینا رو به خاطر اینکه فیدبک‌هایی که بچه‌ای که موقع بازبینی فایل صدای شما بهش برخورده بودن منتقل کردن، و خواستم بهتون بگم که اینها رو رعایت بکنید. همه این موارد تا اندازه‌ای میتونه تأثیر روی انتخاب شما داشته باشه. موارد بعدی، بعد از اینکه حالا تست رو قبول شدید و به هر حال مراحل بعدی، مرحله همه اینها برای مرحله اول تسته، یعنی موقعی که گلوری اعلام میکنه میگه ما الان تست گویندگی داریم، اون میشه تست مرحله اول. چرا مرحله اول؟ به خاطر اینکه اون تست صداست، تست روی تصویر نیست. اون ممکنه به درد نریشن بخوره، ممکنه به درد کتاب صوتی بخوره و یه سری موارد دیگه. اما برای اینکه شما بتونید روی تصاویر، روی ویدیوها هم صدا بذارید، باید یه تست دیگه هم بدید. اون میشه مرحله دوم تست. و وقتی هر دوی این مراحل رو گذروندید، اون وقت تعیین سطح نهایی میشید که شما تو چه لولی هستید. یعنی میتونید الان انقدر قوی هستید که میتونید گویندگی بکنید، یا نه بر حسب استانداردهای گلوری و نکاتی که شما هنوز رعایت نمی‌کنید، تشخیص داده میشه که شما باید یک دوره‌ای رو کارآموزی بکنید تو گلوری. حالا یا اصلا آموزش ببینید تو موارد عملی و روی تصاویر، یا حتی ممکنه یه وقت رو نریشن و موارد دیگه هم نیاز باشه. بعد تو این دوران کارآموزی یه سری کارهایی به شما ارجاع داده میشه و شما انجام میدید و هینش کسب تجربه میکنید، یا ممکنه تشخیص داده بشه که شما بعد یه سری دورهایی رو حتی تو همون دوران کارآموزیتون بگذرونید و بعد کارآموز بشید، در واقع به صورت عادی و نرمال. بنابراین تست اول و دوم از این قراره. تست اول خب مسلما هزینه داره. دلیلش هم اینه که کلی چیز باید آماده بشه، مهیا بشه، تا به صورت آنلاین این دسترسی شما از هر جای دنیا برای انجام این کار فراهم بشه. و بعد از اون کلی وقت باید گذاشته بشه، نفراتی که تعیین شدن واسه آنالیز صداهای شما، بررسی این صداها که بخواد در واقع انتخاب بشه. اون کسانی که انتخاب نمیشن، ما جوابی براشون نداریم. توصیه‌مون اینه که اگر میخوان دوباره تست بدن، در سطح بسیار زیادشون مشکل بیانی دارن. حالا به بیان برمیگرده، به نفسگیری برمیگرده، به انرژی صدا برمیگرده و موارد دیگه. خیلیشون ممکنه بتونن برطرف بکنن. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه دوبلاژ و کلن صداگذاری روی آثار یا وایس اوور یا حالا روی به صورت تولیدات محتواهای صوتی میتونه همه صدای رو در بر بگیره. لزوماً صدای قشنگ و جنسدار مورد نیاز نیست، اما اکت شما، بیان شما، اینا مواردی که خیلی مهمه. از اونجایی که ما نمیخوایم در واقع اینطور برداشت بشه که یک عالم آدم رو ارسال کردیم برای آموزش مقدماتی،
خیلی از این دوستان رو توی تست قبول نشده محسوب میکنیم، ولی خیلی از اینه که سوال میکنن که اشکال ما چی بود. تقریبا 80-90% اشکال این دوستان اشکال بیانه، اشکال حسه، اشکال بازیه، اشکال نفسگیریه و از این قبیل. بنابراین اگر بتونن، حالا فرقی نمیکنه، بهترین توصیه ما اینه که برن از طریق همین سایت Glory Voice تو کارگاه های آزاد ما ثبت نام بکنن، چون اون استاندارد گلوریه و ما میشناسیم و قبولش داریم. اگر نمیخوان این کارو بکنن میتونن برن جاهای دیگه، که توصیه میکنم اگر جای دیگه هم میرن از افرادی که از مجموعه گلوری به هر دلیلی اخراج شدن یا همکارشون قطع شده و ما با اونها هیچ همکاری و ارتباطی نداریم، سعی بکنن که از اون دوستان آموزش نبینن، برای اینکه کوالیتی کار اون دوستان بعد از حضورشون تو گلوری مورد تایید ما نیست. سعی بکنید همیشه کار رو از کسی یاد بگیرید که برای خودش سیگنچری داره و یا کوالیتی بالایی داره. بنابراین ما کاری به اونش نداریم. این توصیه من بود. بعد از اینکه اگر پیش ما دوره ببینید، باز هم باز باید به هر حال سنجیده بشید، چون ما به شما آموزش میدیم طبق استانداردهای گلوری، اما ما که جای شما نمیتونیم حرف بزنیم. بعد از اینکه اون آموزش رو دیدید، این به خودتون بستگی داره که حین آموزش و بعد از اون تمریناتون رو چطور انجام داده باشید. هر آدمی فرق میکنه، IQ ها متفاوته، توانایی ها هم متفاوته، بنابراین به خودتون بستگی داره که چطور این آموزش ها رو بگذرونید. بعدش تست دوتون رو میدید، یعنی روی تصویر، و اون وقته که تعیین سطح نهاییتون انجام میگیره. اگر یه عده حتی آموزش هم ببینن ولی نمره قبولی نگیرن و نتونن تو تست دو خوب عمل بکنن، خب باز کارآموز نمیشن. یعنی اونها نتونستن، حالا چه آموزش مقدماتی چه آموزش بعدی، به اون حد و لبلی که ما میخواییم برسن. کسایی هم که بیرون میرن آموزش بیان میبینن، این حالا مورد تست دوم، آموزش بیان میبینن و میان داخل، دوباره بعد تست بدن، اونایی که قبول نشدن دوباره بعد تست بدن، یا حتی کسایی که قبول شدن و معرفیشون کردیم گفتیم شما نیاز به آموزش دارید، یعنی توی حدی هستن که قابل قبولن از نظر ما، ولی اشکالاتی هست کردیم که حالا اون اشکالات ماینرن، اشکالات جزئی هن و باید با آموزش بیان و این موارد بخواد برطرف بشه. زعم ما برای اینه که میتونن برطرفش بکنن. بنابراین بعد از اینکه اون آموزش رو دیدن تست میدن ببینیم که برطرف شد یا نه. اونایی که تست اول رو قبول شدن و نیازمند آموزشن دیگه نمیخواد هزینه پرداخت کنن. اما کسایی که رد شدن، یعنی قبول نشدن تو تست ما، هر جایی که میخوان آموزش بدن، چه تو گلوری چه تو جای دیگه، برای تستشون دوباره باید هزینه بکنن، تست بدن، چون همه این کارا باید برای اونها دوباره انجام بشه و اون وقت تعیین سطح بشن. این رو باز اضافه بکنم که تست گلوری برای گرفتن عضو، تست گلوری تستی نیستش که بخوان قابلیت‌های افراد رو استعدادیابی بکنن. خیلی‌ها میگن این مگه استعدادیابی نیست، پس چرا هزینه گرفته میشه؟ اصلا استعدادیابی نیست این. ما می‌خوایم عضو بگیریم بر حسب معیارهای خودمون. بنابراین شماها میتونید شانستون رو امتحان بکنید. چه کسایی میتونن تست بدن؟ همه کسایی که حس بکنن صداشون به درد این کار میخوره، همه کسایی که علاقه به کار دوبلاژ دارن، همه کسایی که با کارهای گلوری بزرگ شدن، دوست دارن تاثیرگذار باشن تو صنعت دوبلاژ کشور، دوست دارن رو نسل‌های مختلف تاثیر بذارن با صداشون، با هنرشون، با بازیشون و با تواناییشون. حس میکنن این توانایی رو دارن، اوکی بیاید تست بدید، ما بررسی میکنیم. اگر ما هم حس کردیم که شما این توانایی رو دارید، بهتون این امکان رو خواهیم داد که این کار رو انجام بدید. بنابراین این فکر میکنم یک ویدیو کامل برای همه کسایی باشه که در ارتباط با تست گلوری سوال دارن که چطور باید انجام بشه. برای همتون که میخواید تو تست شرکت بکنید آرزوی موفقیت میکنم. تست گلوری فقط از سایت glorievoice.com انجام میشه، نتایج هم همونجا اعلام میشه طبق روندی که موجوده، طبق تاریخ هایی که اعلام میشه. همیشه تو سایت تست نیست، یه تاریخ هایی تست هست که معمولا اعلان میخوره تو صفحه اول سایت. میتونید اگر هنوز موعدش نرسیده تمرین بکنید رو متن تستی که اونجا موجوده، خودتون رو آماده بکنید، صداتون رو ضبط بکنید، همه چیز آماده باشه، عکستون آماده باشه، فایل رو میتونید، فرم رو نگاه بکنید اگر موجوده، و بعد
اون رو پر بکنید و ارسال بکنید. اگر هم فرم موجود نیست، شما نیاز به عکس دارید و فایل. اینا نیازهای مهمیه. بقیه‌اش که خب اطلاعاتی که باید پر بشه. تو وارد کردن ایمیلتون خیلی دقت بکنید. ایمیل رو اشتباه وارد نکنید، برای اینکه بعداً برای بررسی نتایج به اون ایمیلی که اونجا وارد کردید نیاز دارید. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که به زودی در کنار هم تاریخ ساز باشیم تو آثار سینمایی، انیمیشن، گیم، صوتی و همه ژانرها. بدرود.